سلام و صبح تک تک هموطنانم بخیر، شمایی که از گوشه و کنار کشور و از هر گوشی دنیا بیننده بامداد خوش هستید. صبح کسانی بخیر که در افغانستان هستند و وقت کسانی بخیر که در بیرون از کشور هستند. انشاءالله که همه شما از عافیت، صحتمندی و تندرستی کامل برخوردار باشید. خدا را شکر که یک روز دیگه هم زندگی نصیب کرده تا خدمت شما بینندگان خوبمان از برنامه بامداد خوش من جو رحمان سمیر با جمعی از همکاران خود باشیم. خب از داشته های برنامه امروز ما، یعنی یک شمه برنامه بامداد خوش، در بخش درمانگاه دکتر سید پردیس معصومی با ما خواهد بود در مورد تاثیرات بعضی از حرکات ورزشی در کنترل مرکز مرض شکر صحبت میکنه که این حرکات ورزشی چقدر مؤثر هست تا اینکه شکر را کنترل بکنیم توسطش. بخش ورزشگاه هم داریم که همکار خودمان قیس نوابی با مهمانش خواهند بود و بیشتر ازشان خواهیم شنید. گزارش شهری هم داریم از همکار خودمان باسجان ایرج و سرخط هم داریم، بخش سرخط حجت الله مجددی. در مورد رسانه ها صحبت میکنیم که در 6 ماه پسین حدود 300 رسانه در کشور بسته شده و صحبت های هم داریم از اینکه عده زیادی از خبرنگاران حراس دارن از فعالیت هایشان و اینکه آیندهشان چه خواهد شد. بر ترتیب صحبت خواهیم کرد با حجت الله مجددی، رئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان، و ازشان خواهیم شنید. سوشال میدیا هم داریم که تازه های سوشال میدیا همکار خود ما سرف جان خدمت شما تقدیم خواهند کرد. بخش خانواده هم داریم که خانم جهان آرا کارشناس خانواده با ما خواهد بود در رابطه با ارتباط مثبت والدین و تاثیر آن بالای اطفال صحبت خواهد کرد. و بخش تکنولوژی هم داریم که آقا ملوک سهار با ما خواهند آمد و صحبت میکنیم در مورد کمره های امنیتی که چقدر مهم است و آیا ما نیاز داریم بند برش یا هم نداریم و آیا باشه در خانه های ما یا هم نباشه. بیشتر ازشان میشنویم. و بخش کودک هم داریم که 3 کودک شیرین زبان را با خود خواهیم داشت، سید کمیل، مدثر و فیصل جان را. اطفال با استعداد هستند و هم ورزش میکنن و هم استعداد بالا و بلندی دارن. ازشان هم میشنویم و ببینیم که چه ورزشی را هم بلد هستن. این از داشته های امروز بامداد خوش و امید دارم تا پایان بیننده بامداد خوش باشید. خب در کابل که برف میبارم این لحظه، نمیفهم که ولایات چه خبرها. امید دارم که همچنان گرم گرم باشین، اطفالتان هم نمانید که زیاد بیرو، برای خدا نکنه کمک سرشان مثل ما هم تغییر میکنه باز مریض میشن. به هر ترتیبش این از داشته های امروز ما و از خبرهایی که از دیروز صبح اتفاق افتاد و مهمترین هایش را بعد از برنامه بامداد خوش که دیروز اتفاق افتاد تا امروز خدمت شما تقدیم میکنیم. 2 خبر هست پیش من. خبر اول هم از نگرانی گزارشگران بدون مرز از وضعیت خبرنگاران در داخل کشور هست که سازمان گزارشگران بدون مرز گفته که در اوضاع کنونی خبرنگاران در افغانستان بسیار نگران هست و خودش این سازمان هم ابراز نگرانی کرده و گفته که در چند ماه پسین تهدیدها در برابر خبرنگاران هم افزایش یافته. رضا معینی بخش افغانستان، ایران و تاجیکستان گزارشگران بدون مرز گفته که خبرنگاران باید بتوانند آزادانه و بدون حراس از بازداشت و شکنجه و کارشان ادامه بدن و همچنان گفته که آوردن فشار بیشتر بر خبرنگاران محدودسازی آزادی اطلاع رسانی است و این که خلاف قانون رسانه های همگانی است و همزمان هم شماری از خبرنگاران از چالش های موجود در دسترسی به اطلاعات در نهادهای دولتی شکایت دارند. که ما هم شکایت دارم از وزارت ها که ما همیش دعوتشان میکنیم یا هم پشت و گوش میکنن یا هم اصلا حاضر نمیشن تا اینکه با سوالاتی که شما هموطنان عزیز بر ما فرستادید پاسخ بتن و پاسخهای رشان را شما هم بشنوین. خصوصا در باب توزیع معاشات از هر وزارت را ما تلاش کردیم دعوتش بکنیم. وزارت شهرسازی و اراضی هم که روز قبل یک گرد همایی را کارمنداش برپا کرده بود به خاطر معاشاتشان که پرداخت نشده، ما هم خواستیم از هر یک از این وزارت من جمله وزارت شهرسازی و اراضی کسی را داشته باشیم تا پرسان بکنیم و سوالات شما را و گپ شما را به گوششان برسانیم تا چرا معاشات شما پرداخت نمیشه. کسی حاضر نشد. بر ترتیب ای است از نگرانی های خبرنگاران. خبر دیگه هم از قبل از اینکه به خبر دیگه بریم، صحبت های بلال کریمی را هم در این مورد میشنویم. شماری از ژورنالیست ها و خبرنگارا که بازداشت شده و با بازپرسی برده شده به هیچ صورت به این نام نبود، به تحت همین عنوان نبودند که آنها گویا اهل رسانه بودند یا ژورنالیست بودند. شماری از ایرم شنیدیم صحبت های بلال کریمی بود. بر ترتیبش یک داستان کوتاه دارم اگر همکار اجازه بتن بتونم در چند دقیقه
آیا کنیم دقیقا فرصت داریم. میگه که یک خانم بود آمد به پدر خود شکایت کرد که پدر شوهر ما فلان است فلان است فلان است فلان. خیلی شکایت های طولانی کرد. پدرش گفت که درست از دخترم، فردا ساعت 5 راست ساعت 5 در اتاق هستیم با صحبت میکنه. ساعت 5 که شد داماد را هم دعوت کرد و پسرایش هم دعوت کرد، خودش هم در اتاق رفت، با هر یک از اینا یک چادر داد. خانواده سنتی بودند، به خانمش گفت که دختر ما را بگو که بدون چادر وارد اتاق شود. وقتی که بدون چادر وارد اتاق شد، هر یک سر زدن که بیا چادر ما را بگی سرت بپوشان. هر کدام سر زدن، دختر بدون از اینکه به هیچ یک مراجعه کنه، حتی به پدر و برادرش، مستقیم طرف شوهرش رفت و چادری که پیش شوهرش بود را گرفت، سر خود را هم پیچاند. پدر از دور صدا کرد که بچیم، دیدی که عیب عیوبی اگر می داشته باشی چه کسی می پوشانش، چه کسی بر تو زود می رسه و چه کسی بر تو توجه داره؟ و شوهرش هم چند قدم پیشتر حرکت کرده بود تا چادر را بر سر خانمش بندازه و برش گفت که دخترم هرگز شکایت نکو از کسی که همیشه عیوب تو را پنهان کرده و تو عیوب او را پنهان کردی و او هم عیوب تو را پنهان کرده. خوب است که در کنار هم حداقل با هیچ چی نمیشه، هیچ بهانه بر زندگی کردن ندارید، مدارا بکنید. به خاطر خود اگر نمیکنید، به خاطر کسانی که در کنار شما هست و در جوار شما هست و جزء از شما هست. این دختر هم پدر خود را ترک کرده، مادر خود را ترک کرده، برادر خواهر خود را ترک کرده، به خاطر تو شوهر آمده و تو شوهر ایره هم بفهم که به خاطر تو آمده در این خانه زندگی میکنه و تو خانم هم ایره بفهم این شوهر به خاطر تو هزارها نفر را دعوت کرده، پول مصرف کرده، زحمت کشیده، 20 سال منتظر بوده که یک کسی به خانش میایه و خانش را میسازه و در کنارش با آرامش زندگی میکنه. منتظر یک کسی بوده که بیایه تاج سرش بشه، در خانش با آرامش همراهش زندگی بکنه، با یکدیگر وقتی که صحبت میکنن حس آرامش پیدا بکنن. هر کدامشان شوهر امید همی را داره و تو خانم باید چنین فردی باشی که باعث آرامش شوهرت شوی و تو شوهرم باید فردی باشی که باعث آرامش خانم شوی. هر یک به دیگر خود توجه بیشتر داشته باشید و در کنار همدیگر با لبخند زندگی بکنید. حالا یک وقفه کوتاه داریم، در ادامه بامداد خوش ما را فراموش نکنید. سلام مجدد به کسانی که تازه تازه به جمع ما پیوستن. بخش کودک هست و امروز یک کودک با مربیش با خود داریم، سید کمیل درویش، و مربیش هم امرایش هست و کمیل جان ورزشکار هست و پارچه شامی جبام هست و ماشاءالله خیلی هم لایق و بایستی داده است. صبحتان بخیر. صبح شما هم بخیر. سلام، ما هم پذیرا باشیم از خدمت شما همکاران عزیز، بخش تکنیک، بینیدهای محترم. حسین آقا درویش است و مربی و کاکای کمیل جان. ماشاءالله. کمیل جان صبحت بخیر. به نام خدا. من نیز برنامه خود سلام عرض ادب دارم خدمت شما همکارای عزیزتان و بیننده های محترم. سید کمیل درویش هستم. ماشاءالله. کمیل جان چند سال هستی؟ 6 سال هستم. و از چه وقت میشه که ورزش شروع کردی؟ از مدت یک سال به این سو. ماشاءالله. از یک سال به این سو میشه که ورزش شروع کردی. خب تحت نظر کی تمرین میکنی کمیل جان؟ تحت نظر کاکا جان و حسین آقا درویش و در باشگاه خانگی. ماشاءالله در خانه تمرین میکنی. خوب است که یک تمثیل هم برمو بکنیم امروز اینجا، درست است؟ درست. حتما این کار هم میکنیم. خب بگو که الگوی ورزشیت کی است؟ الگوی خاص در زندگیم ندارم، ولی در آینده از خودم یک الگو خواهم ساخت. ماشاءالله. ایگه پار کی برات یاد داده؟ کاکا جانه. کاکا جانه دیار داده. کمیل صنف چند هستی؟ صنف دوم مکتب. چند نمره هستی؟ الف بی جیم دار. اول نمره. در کتگوری الف. الف دیگه اول نمره میشی. خب کمیل آیا علاقمندی به مبارزه داری؟ بله، با جز ورزشکاران افغان چلنج میدهم به هم بدنانم در سراسر جهان. ماشاءالله. یک بار دیگه اون چلنج بده. چلنج بده. بله، با جز ورزشکاران افغان چلنج میدهم به هموطنانم در سراسر جهان. کی تو رو تشویق میکنه کمیل بیشتر به ورزش کردن؟ تمام اعضای خانواده. همگی؟ تا بالا چند نفر خوب چپه کردی در ورزش؟ یعنی شکست دادی؟ هنوز نشده. تا فعلا نشده که رسما مسابقه نکردی؟ ورنه میتونی که خوب یک بوکس بزنی؟ میتونی؟
آها حتما چرا نه. کمال اگر کدام گفتنی داشته باشی به علاقمندانت، کسی که ترامبیل و صحبتشم صحبتای شیرینت خوشش آمد، چی میگی برشان؟ پیام من به ورزش دوستان این است که سخت زحمت بکشید و آسان ببرید. خب ما میخوایم ببینیم که تو چطور امروز ورزش میکنی. میشه اینجا بیای بر ما ورزش کنی؟ ایتیاد 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 ای ماشاءالله. این طرف یه طرف یه طرف مشکل ایجاد نمیکنه؟ نه مشکل نداره. این طرف یا کمال شتنگ میکنی؟ آها ما ببینیم که چی میکنی. بعد کمال برام اتار کار کن. خیچی کار کن. تاکین پایان بالا. این حریف اگه دار کسی میخوای حریف کمیل شو بیاید میدان. ما از اینجا صدا میکنم هر کسی که میخوای حریف شو. ماشاءالله 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 ماشاءالله. دو کودک دیگه ما رسید. مدثر جان خوش آمدی. فیصل یا مدثر؟ فیض. فیض جان خوش آمدی. میربونی اینجا بشی خودت؟ تو هم اونجا بشی مدثر. اینجا بشی؟ ببینیم که کمال چی میکنه. چطور است این مهارت را چطور تخصصیات گرفته؟ با کمال از ابتدا همین ویدیوهای ورزشی را زیاد تماشا میکرد و بخصوص بوگاگایی با خود من ورزش میرفت. ما ویژگی را دریافت کردم آرام آرام به مون تکتیکا و تکنیکا علاقمندی هاش بیشتر و یکی از ویژگی های کمیل است که بسیار براحتی میتونه به هر دو پای شوتنگ بکنه، مشت بزنه، زمزک بزنه، لاب بزنه که از همیشه با ارزشکارا خصوص بکسرا دم یک پای، دم یک تکنیک، دم یک پوزیشن خودش آمده میکنه. ولی من میبینم مهارتش چونه در دو پوزیشن یا در دو پای که کار بکنه، لاب بزنه، زمزک بزنه و در عین حال مبارزه بکنه به حدش. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. تشکر کمال جان قربانت. اما تو مبارز مبارز هم تو بچه باشه مثل کمال. سعی کنی گفته یکان تو میگن شیر بچه نه شیر بچه. کمال خوش آمدی فیض جان. مدثر مدثر فیاض. فیاض جان خوب هستی؟ ساعتت خوب است؟ راستی من پیشتر گفتم که سه کودک با خود دارین. اول برنامه یکیش هم کمیل بود، یکیش هم مدثر بود، یکیش هم فیاض جان. از خاطر از اینکه هر سیش به منتظر بودیم که امروز دو تا تأخیری داریم که به تأخیر رسیدن. خب بسیار زیاد خوش آمدی فیاض جان. چه داری امروز؟ من اول سلام بر شما و همکاران تکنیکی تان و کسانی که ما را از پرده تلویزیون طلوع بیننده هستند. فیاض زمان هستم، متعلم هستم ششم. ماشاءالله فیاض جان. فیاض متعلم هستم شش. بله. فیاض چند نمره است؟ اول نمره. ماشاءالله امی همه کودکایی که در بام داد با استعداد است ماشاءالله. خب مدثر سلام به شما و تمام بیننده هایی که ما را میبینن از تلویزیون طلوع. مدثر هستم، من متعلم هستم فن نهم. متعلم هستم فرمان. مطمئن هستم که خودت هم معلم راستی. ها ماشاءالله. خب چی آوردی به برنامه شما؟ یک شعر آوردیم و یک ترانه. ای بیشک. اول شعر هم شنویم. شعر در مورد آذان است. مؤذن خوش صدا با آن صدای زیبا، می خدا برتر است، از همه بالاتر است، یگانه است، یکتا، معبود استی خدا، پیامبرش محمد، نام شریفش احمد، برو به سوی نماز برای راز نیاز، به سوی رستگاری، فلاح و بردباری، خدای ما برتر است، از همه بالاتر است. ماشاءالله خیلی هم زیبا بود. فیاض فیاض شناخته است، شیریش هم شناخته است و امی تخلصش هم بسیار نزدیک است. خب فیاض ما هم یک پارچه شعر در باره وطن آوردیم. چه خوب، مشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در راحت جان نثارم، وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم، وطن عاشقم بر شکوهت، به از گل بود سنگ و کوهت، وطن تو کجا، وطن هر کجایی که باشم، توی جان فضا ای دیارم، وطن قلب من هستی من، بود رگ رگم پر ز خونت، تو همچی گل بشکفت دل اگر در بهار یا خزانه. ماشاءالله خیلی هم زیبا. خب به چی علاقه مندی داری فایز خودت؟ من به دفتری علاقه مندی دارم. و فایز چی میخوای؟ چی کارا میخوای؟ من میخوام درس بخونم و وطن خود خدمت کنم. چی کارا میخوای شوی در آینده از پیش؟ من گفتم که دلم گشت که نمیادم میخوای نطاق شوه. اینه الا به الا که ما یک تا نطاقم پیدا کردیم، یک کسی که میگه که من نطاق میخوام شوم. خب چیزی تلاشم کردی به خاطرش فیاض؟ طالحنی حتما صحبت های خود داشتید. مکتب که میری سخنرانی نمیکنی؟ یگان بار خلاص دیگه نمیام دیگه. این آمادگیش از سرآغاز نطاق شدن و گرداننده شدن است. کم کم دیگه از اینجا شروع میشه. بله. آها ماشاءالله. خب خوب است که پیام هر کدام شب ترتیب بگیریم. اول پیام خودت میگیریم فیاض. پیام ای است که طالبا مکتب ها و پوهنتون ها را باز کنند تا این دیما روشن شود. اگر باز نکنن روزگار ما زی بدر میشود. یعنی بیخی وضعیت ما خراب میشه؟ بله. امید داریم که باز شد انشاءالله. آها کدام ماشاءالله دیگه بر ترتیب پای مدثر هم میگیریم. پایام من ای است به نوجوانه و اطفال ای است که درس بخونن و مصدر خدمت به وطن باشن. ماشاءالله. و در آینده هم انشاءالله که یک دکتر خوب شوی. بله. تشکر. آقا درویش از شما خیلی ممنون. با مدثر با کمال جان که امروز آمدی و با ما کمال جانم خوب تمثیل اجرا کرد. خوب منظم، حرکاتش بسیار منظم بود. نمی‌فهم در ورزش چی میگن حرکاتش که؟ شوتینگ میگن. شوتینگش بسیار منظم بود و ان شاءالله موفق باشی. خوب کمیل یک پیام بده خودت. پیام این طرف اینجا کدوم طرف انا سیس. برو. پیام من به ورزش دوستان این است که سخت زحمت بکشید و آسان ببرید. امی چلنجت خوشیه که از همکار خوش اونو آدم اومده یک چلنج بده باز؟ بله، به جز ورزشکاران افغان چلنج میدهم به هم وزنانم در سراسر جهان. آها، اینا چلنج میده به هم وزنش. چند کیلوستی؟ 26 کیلو. 26 کیلو؟ کسی که 26 کیلو سینا از اینجا برشان کمیل چلنج میده، ماشاءالله. خیلی تشکر کمیل جان. تشکر. ممنون، تشکر از خودت فیض جان. تشکر از خودت مدثر جان که صبح وقت اومدی زحمت کشیدی دی هوای برفی خدا کنه که تو راحت اومده باشی ارسیتون. خیلی ممنون. خب حالا یک وقفه کوتاه داریم و در ادامه برنامه ما را فراموش نکنید در بخش خانواده. باز هم خوش آمدید صبح عزیزانی بخیر که تازه به جمع ما پیوستن. در بخش خانواده هستیم و خانم جهانارا با ما هست، کارشناس خانواده، صحبت میکنیم در مورد ارتباط مثبت والدین و تاثیر آن بالای اطفال. خیلی هم موضوع مهم. امیدوارم که خانواده ها به دقت بخش را شنونده و بیننده باشید. صبحتان بخیر خانم جهانارا. صبح شما بخیر، صبح همکارای عزیزتان و همچنان صبحینده محترم بخیر. خیلی ممنون. ارتباط مثبت والدین چقدر تاثیر میکنه بالای کودکان و چه تاثیری میکنه؟ خب اول باید بگویم که کودکی دوره مهم، حساس و بسیار یک دوره است که در این دوره اگر کودکا به خوبی و با امنیت کاملی دوره را سپری کنند میتونن در بزرگسالی یک شخصیت بسیار عالی به ازنا به بار بیاید. اما اگر این دوره با بی امنیتی و با یک حس تشنج سپری شود، هم آینده کودک به خطر مواجه میشه و هم زندگی فعلی را کودک با خانواده سپری میکنه و یا هم با اجتماع سپری میکنه به مشکل مواجه شوه و با یک سردرگمی مواجه باشه. خب زمانی که والدین ارتباط مثبت با هم داشته باشن چی تأثیری داره یا هم اگر ارتباط منفی با هم داشته باشن چی تأثیری داره، این را بررسی میکنیم. اول ببینیم وقتی که خانواده ها ارتباط مثبت با هم داشته باشه، در کل روی پدر مادر اول بحث میکنیم. فرض کنین که پدر مادر رابطه مثبت و یک رابطه محبت آمیز بین خود دارن. زمانی که صحبت میکنن با یک دیگه با احترام صحبت میکنن، زمانی که با اطفالشان رفتار میکنن با یک شکل مثبت رفتار میکنن، پس اطفال از اونها الگو برداری میکنن. اگر رابطه شان مثبت نباشه، رابطه شان به شکلی باشه که
پدر بالای مادر مثلا حاکم باشه و به شکل توهین‌آمیز امراج صحبت کنه یا هم مادر امرای پدر با یک تشنج و با یک نابسامانی به سر ببره یا هم امرای اطفالشان به مشکل باشه، پس در او خانواده اطفال احساس ناامنی میکنن و اطفال در او خانواده احساس خطر میکنن. پس باید بگیم که خانواده جایی است که در اونجا اطفال باید احساس آرامش و امنیت بکنه، نه احساس خطر. اگر خانواده کودک در خانواده احساس خطر بکنه، پس کجا بره که اونجا احساس آرامش و امنیت در اونجا داشته باشه؟ حالا یکم حوصلگی که پدران می داشته باشن یا هم بی حوصلگی که مادران می داشته باشن، این چقدر می تونه که در رشد کودک و در بی حوصلگی کودک در آینده می داشته باشه تاثیر بکنه؟ خب قسمی که قبلا هم یادآور شدم، خانواده و پدر و مادر الگوی کودک هستن، یعنی یک مثال زنده بر کودک هستن. زمانی که پدر بی حوصلگی میکنه، کودک هم به اون شکلی که پدر بی حوصله بوده، در آینده پدری به بار میاد که بی حوصله باشه، در آینده پدری به بار میاد که بالای خانوادهش یا بالای خانمش یا بالای فرزندایش بی حوصله باشه، ظلم بکنه. وقتی که مثلا شبها از وظیفه برمیگردن به خانه، احساس بسیار خستگی میکنن یا احساس بسیار ناراحتی میکنن، اما احساسی را که در درون خود دارن بالای فرزندان خود یا بالای همسر خود، بالای مادر اولادای خود خالی بکنن. پس چی کار باید صورت بگیره تا تأثیری که اطفال یا هم اطفال میپذیر از والدینش مثبت باشه نه منفی؟ پس بازم نقش خانواده در اینجا مهم است. پدر و مادر باید کوشش کنن که امور روابط خود مستحکم تر بسازن، امور روابط خود صمیمتر بسازن. اگر نمیتونن هم باید بکنن. چرا؟ چرا که آینده فرزندانشان و موضوع فرزند و کودکشان در اینجا به میان است. یعنی اگر خانواده در یک تشنج فکری یا در یک نابسامانی فکری در خانه یا جسمی در خانه بینشان زندگی واقع باشه، واضح است که فرزندان در خانواده به شکل کاملا ناراحت زندگی میکنن، خوش زندگی نمیکنن و از اون دوره کودکی خود لذت نمیبرن. کودکی دوره ای است که در اونجا طفل باید از اون دوره لذت بره و خاطرات شیرین خوش در ذهن خود بانه و وظیفه پدر و مادر است که امون محیط برای کودک های فرزنده خود فراهم کنه که کودک ها به امنیت فکری به سر ببرن و خوش و لذت بخش از زندگی خود سپری کنن، نه ای که در ذهنشان از خاطرات دوران کودکی گپای منفی، گپایی که ناخوشایند نیست به جا بانه. و وقتی که بزرگ هم میشه طفلا، در اونجا کودک ها و همین طفلا ما که نوجوان میشن یا بزرگ میشن، احساس حقارت بکنن، احساس کمی بکنن و یک عقده‌ای به بار بیارن. امیر رابطه پدر و مادر که صمیمانه نباشه، محبت آمیز نباشه، یک رابطه مثبت خوبی بینشان نباشه، طفل عقده به بار میاد و طفل وقتی که کلان میشه، اما عقده خود بالای محیط، بالای اجتماع یا مثلا در مکتب بالای صنفی خود عقده خود خالی میکنه یا به شکل کتک زدن یا به شکل جنگ و جنجال بین هم نوانشان به این شکل هم عقده خالی میکنن. پس کدام خانواده میخواهد که طفلش به امور قمی یک اجتماع باشه که یک تشنج باشه، یک نابسامانی باشه، یک جنگ و جنجال بین خانواده، بین امو همکارا باشه یا بین امو سامسنفیا باشه؟ هیچ خانواده نمیخواهد به نظر میره. بدون شک هیچ بدون شک. خانواده نمیخواهد. اگر مثلا اگر پدر بخواهد که فرزند خود پرورش خوب بده، باید امو زمینه رو برش مساعد کنه، باید امو محیط برش فراهم کنه، حوصله هم باید داشته باشه. وقتی که به خانه برمیگرده با یک سلام دادن با مادرشان، با یک خسته نباشی از طرف مادری که با پدر میگیره یا با یک چهره خوش و خنده آور و یک خلق خوش با فرزندای خود یا با همون خانواده خود روبرو شوه، نه ای که با ای که بیاد طرف خانواده با پیشونی ترش سعی کنه من از کار وظیفه برگشتیم، من خسته استم، مادر باید به من نان و غذا آماده کنه، باید وسایل راحتی مرا فراهم بسازه، به شکل اگه باشه فرزندان معلوم است از چه کل و خانم جان رو بیشتر خانواده فکر میکنن که اطفال چون طفل هست و در سن کودکی است نمیفهمه چه زیره و برش توجه هم نمیکنه و این مرحله سنی رو مد نظر نداره، آیا واقعا هم چیزی نمیفهمه طفل درک نمیکنه یا هم چی؟ نه خیر، یکی از روانشناسا به نام هورنای معتقد است که دوره کودکی که در امنیت به سر ببره از اساسی ترین دوره زندگی است. اساسی ترین دوره زندگی در کودکی و امنیت فکری که در کودکی به سر میبره امو اساس ترین دوره زندگیش است. در کل هم گرچه اساس ترین مرحله زندگی دوره کودکی است، اما یکی روانشناسا به این معتقد هستند، پس حتما یک چیزی میفهمند روانشناسا و دانشمندا که یک سخنهای مثلا در مورد کودکان میگن،
پس دوره کودکی نقش بسزایی داره. اگر دوره کودکی یک طفل به خطر مواجه باشه، با بیامنی مواجه باشه، بالای بزرگیش یا بالای جوانیش یک تأثیر مستقیم خود داره. خب اگر این مرحله کودکی را که هیچ در نظر نداره، چیزی که معمول است در افغانستان، میخوایم از این صحبت بکنیم که اکثرا خانواده ها برش توجه نمی کنند، میگن که مرحله کودکی است و کودک ما چیزی نمیفهمه، برش توجه نمی کنند، حتی به گپش گوش نمی کنند، وقت برش نمیتن که چی میتونه است، چه تاثیر میتونه داشته باشه. زمانی که خانواده چنین فکری داشته باشن که دارنم، اکثر خانواده فعلا در کشور عزیز ما شاید نه، که در کشورم شاید این چون خانواده باشه که فکر کنن که اطفال خرد هستن و هیچ گپ نمیفهمن. مثلا وقتی که پدر مادر به کودک طرز سخن گفتن یاد میده، میگه برو کودک از چی رو میفهمن، از تو به چی گفته رو ایستی، تو یک گپ نیست. کودک ها از امو دوران طفولیت و حتی از آوان تولد در ذهنشان، در فکرشان و در احساسات داخلی درونیشان و در ذهن ناخودآگاهشان این موضوعات حک شدگی است. یعنی همه چیز را خوب میفهمن، همه چیز را خوب درک میکنن، خوب میفهمن. درست است امکان داره کودک خرد باشه و عکس عمل نشان داده نتونه، اما وقتی کودک ها بزرگتر شده میرن به شکل عکس عمل های بسیار جدی ایره به ما نشان میدن. مثلا محبت مادر در مقابل خود، محبت پدر در مقابل خود، یا هم بدرفتاری از اونها در مقابل خود، یا تنبیه و تشویق فامیل والدین، یا هم تنبیه و تشویق بیرونی را که از طرف مربیاشون یا از طرف دیگه اعضای اجتماع به اینا میرسه کاملا انعکاس داده میتونن. مثلا اگر کودک در کودکی خود به شکل تنبیه در خانواده زندگی کنه، خانواده همیشه بالا از تنبیه داشته باشه، یا هم خانواده به شکل امر از نو رفتار کنه که نابسامان باشه و بگه یکی گپ نمیفهمه، پس طفل واقعا گپ نافهم به بار میآید. هر قدر که سرکوب کنیم احساسات طفل، هر قدر که هم فهم طفل را سرکوب کنیم، به مو اندازه طفل ما سرکوب میشن، به مو اندازه طفل ما از بین میرن، ذهنیتشان از بین میره، مغزشان از بین میره، خودشان به مرور زمان هم افکاری که دارن از بین میره. وی که در یک جمع کودک ما زندگی میکنه که دیگر مثلا کودک های دیگه هم است، یا هم در محیط در کوچه مبرایه، این چه تاثیر میتونه داشته باشه؟ زمانی که کودک ها در یک جمع زندگی میکنن، سوال شما مربوطی میشه که یعنی چگونه رفتار در اونجا میداشته باشه؟ بله بله، و تنامی تنبیه والدین چه تاثیر میتونه داشته باشه؟ این که در محیط هم اینا میباشه؟ قبلا هم ذکر کردم زمانی که والدین تنبیه میداشته باشه بالای طفل خود، طفل به شکل یک عقده او را در اجتماع یا بین امو هم سن سالای خود یا بین سنفی خود بروز میکنن، به شکل زدن از اونا، به شکل تحقیر کردن، و یا هم به شکل خدای نخواست دشنام دادن از اونا. کودکایی که در چهار طرفشان هسته، اونا را کوشش میکنن عقده خود سر از اونا خالی کنن، اونا را لطکوب کنن، یا با اونا جنگ و جنجال داشته باشن. ما خودم کار میکنیم روی کودکا، در زمان ما خودم استاد کودکستان هم هستم، ایره دمو شاگردای را که درس میدیم کاملا به خوبی مشاهده میکنیم که با این نمونه سر خوردین شما؟ حتما، البته چندین بار با نمونه های سر خوردیم که وقتی کودک ها در خانواده ناباسامانی میداشته باشه، در بین سمسنفی خود کاملا به شکل واضح او را بروز میتن. پس پرخاشگریش نتیجه فعالیت های یا هم اثرات منفی از برخورد والدین است؟ بله، به شکل کامل گفته میتونه که برخاشگری والدین نتیجه برخوردهایی است که در خانواده میبینه، چون خانواده الگو هستن، یک مثال زنده هستن به کودکا. زمانی که کودکا امون مثال به شکل غلط یا اشتباه برداشت کنن، پس به شکل اشتباه او را بروز هم میتن. یعنی اطفال انعکاس دهنده رفتار خانواده در بیرون هستن. مثلا اگر خانواده بسیار بین خود محبت آمیز رفتار کنن، بسیار خوب هم باشن بین خود، اما بالای کودک خود توجه نداشته باشن، اطفال روان کنن به کوچه، یعنی برین یک چند دقیقه از سر ما شوخی شما کم باشه، یا هم به هدف از اینکه طفلا از سر ما همین شوخیشان کم باشه، یا خانواده میخواین که آرام باشه، خودم آرام باشیم، اونا را به کودکستان ها یا مکتب ها روان میکنن، یا اونا را صرف به همین هدف اونا را به کوچه روان میکنن، یا اونا را با همسن سالایی که مناسب از اونا نیست به خاطر بازی کردن روان میکنن. پس خانواده همو مسئولیت از گردن خود کم کردن، اما این مسئولیت به گردن از همو همسن سالای دادن در کوچه سپردن، که در کوچه سپری کرده بوده، و طفل مثلا دو دشنام یاد میگیره از کوچه، طفل مثلا به اصطلاح عام، نمیخوایم این کلمه استفاده کنم اما بازم دیگه چون معمول از بین عام، مهم است، بیادبی و بیتربیه گیره بسیار ببخشین یاد میگیره در کوچه، و جنگ و جنجال یاد میگیره در کوچه، چون تماما امو اطفالی که در امو
محیط به سر میبره شاید چنین اطفالی باشند. من ایده نمیگم که کوچه بدترین جای به طفل است، نه استغفر الله، ما نمیخوایم درباره کوچه قضاوت کنم، فقط ما درباره اطفالی که میخوایم گپ بزنم که پدر مادر میخواین که اونا را از سر خود برانند دیگه. ما آرام باشیم و طفل ما بره یک جایی که وقتش سپری شوه. و نازدانگی بیش از حد طفل همایا بدبختی به میان میاره؟ بله البته، میگن هر کسی اولاد خود نازدانه کرد عاقبت در پای او زنجیر هم زولانه کرد. باید که در هر بخش، نه تنها در بخش زندگی خانوادگی، یک توازن در داشته باشیم. ببینین دو پلی ترازو را هر کدامش که زیاد و کم میشه امکان داره که او به یک شکل منفی استفاده شود یا هم بر هم بخوره. ترازوی ما باید مساویانه هم محبت و هم تشویق و هم تنبیه را به شکل مساویانه استفاده کنیم. از ناز بیش از حد هم باید جلوگیری کنیم. مثلا چگونه ناز دادن طفل، نمانیم که به مکتب بره درس خود بخونه، بان خوابش خراب میشه، بان این یک دو سال دیگه هم خواب خود پوره کنه، بان درس خود نخونه. مثلا مثال میتم به این شکل طفل ما ناز دانه شد دیگه به خاطر دلسوزی پدر مادر، دلسوزی به جایی که به کودک میداشته باشه آینده کودک خراب میکنه. پس تعادل را چگونه حفظ بکنیم؟ خوب است که بیشتر روی این مورد صحبت بکنیم. بله، به خاطر حفظ تعادل خانواده باید نکات مهمتری را، مثلا در تلویزیون فعلا برنامه ها هست، فعلا شبکه های اجتماعی داریم، فعلا روانشناسا داریم، حالا چشم گوش همه گوی باز شده، میتونن که گوش کنن، راهنمایی ها را بخوانن و عمل کنن به اون راهنمایی ها. اگر خودشان نمیفهمن که چگونه همراه کودک برخورد شود، باید معلومات پیدا کنن، سرچ کنن، بررسی کنن تا که یک معلومات مفید به خاطر تربیه و پرورش کودکایشان. اگر میخواین که در آینده کودکی داشته باشن که توقعش دارن، خودشان باید که این موضوع را بررسی کنن و بخونن. از اهمیتش هم همی است که کودکی را میخواین که فردا بازویشان شود. بازویشان شود، بله، یا نه کودکی که باردوش جامعه باشه، باردوش خانواده خود باشه. سلامت باشین خانم جهان آرا، و نکته مهم را هم میخوایم اشاره بکنم در باب تربیه کودک که خیلی هم مهم است. میشه شما در این مورد بیشتر هم صحبت بکنین که اکثریت خانواده هایی که با فقر و تنگدستی روبرو هستند، آیا این فقر و تنگدستی هم باعث عدم تربیت سالم کودک میشه یا هم خیر؟ در کل گفته نمیتونه که بله یا نه خیر، اما رول خود داره، مستقیم رول خود داره. خانواده‌ای که با فقر تنگستی دست و پنجه نرم میکنن، طبعا که شاید نتونن وسایل و مسائلی را به اطفال خود فراهم کنن که اونا درست تربیت شده نتونن. اما ای به این منانیست خانواده‌ای که فقیر هستن، اطفال از اونا اطفال خوبی به بار نبیاد. درست است که اونا نتونستن وسایلی را فراهم کنن که طفل تربیه خوب شوه، حداقل از نگاه روانی با کودک خود امنیت خود بوده. محبت هیچ کس از پیش ما نگرفته، نه تشویق هیچ کس از پیش ما نگرفته، با پول هم نیست. محبت دادن رابطه همسرا بین همدیگر هیچ پولی از پیش ما نمیگیره یا با هیچ پولی فروخته نمیشه. بالکل. و اینکه شاید بیشتر خانواده‌ای که در زیر خط فقر زندگی میکنن، امی لحظه که بینده هست شاید بگن که ما در چی وضع هستیم، اینا از چی صحبت میکنن. خوب است که برنامه هم صحبت های داشته باشید خانم. بله، ببینین فعلا در این اوضاعی که در افغانستان قرار داریم، شاید که اکثریت خانواده به این شکل باشه که برو ما در غم چی مونده، اینا در غم چی موندن. اما ببینین این غم چی را مونده، در فکر آینده اطفال ما باشیم. درست است، آیا میخواین که اطفال هم در وضعیتی که ما امروز قرار داریم اطفال ما قرار داشته باشه؟ هیچ کس نمیخواد. پس چرا باید این کلمه را برو بان ما که ما در فکر زندگی خود باشیم استفاده کنیم؟ پس به خاطر آینده بهتر و خوبتر کودکای خود، هر یک اگر ما آینده روزگار خوب نداشته باشیم، برای کودک خود تلاش بکنیم. یعنی بله، اگر خود ما روزگار خوب نداریم، کوشش کنیم کودک ما روزگار خوب داشته باشه. این خانواده است که اولین معلم کودک است، اولین جایی است که رشد کودک در اونجا صورت میگیره، اولین کانون عاطفه و امنیت کودک است و اولین کانون اعتقادی کودک است. سلامت باشین خانم جهان آرا. در آخر هم پیامتان من حیث مربی کودک می داشته باشه مختصر؟ من حیث مربی کودک همین پیام است که لطفا کودک ها را در نظر داشته باشین، برش ارزش بتین، خیلی ممنون، کودک ها ارزش بتین. کودک به ارزش نیاز داره، کودک به احساس عاطفه نیاز داره. کودک باید که دور از تشنج های ذهنی و فکری که مادر پدر یا خانواده ها در ذهن خود دارن باشه. تشکر، خیلی ممنون خانم جهان آرا، ممنون از حضورتان.
همکارا میگن که وقفه داریم و خبر ساعت 8 و در ادامه بامداد خوش ما را فراموش نکنید. زندگی نه یک بار بلکه هر روز آغاز میشه. پس هر روز را با اراده و با امید و همچنان با تلاش آغاز کنیم تا بتانیم یک زندگی خوب و همچنان یک زندگی که از او همه ما میتونیم که خوب مستفید شویم و پر دستاورد به ما باشه داشته باشیم. در بخش ورزشگاه امروز یکی از جوانای خوب رشته مژدنی که تانسته در خارج از افغانستان یکی از باشگاه ایرشتر ایجاد کنه و همچنان در این رشته انجمن ورزشی را هم ایجاد کنه. روی ملکزاده را از طریق خط اسکایپ داریم که روی جان فعلا صبح بخیری میگیم. سلام روی جان. سلام روی جان. صبح بخیر شما، فرزندان شما، مؤسسه تلویزیون شما. سلام تقدیم میکنم به همه تمام عزیزان خود. امید که برای صحت کامل باشه. تشکر، سلامت باشین. چند سال است که خارج از افغانستان هستین؟ آقای صاحب ما بودم تا دو سال میشه خارج از افغانستان هستم. نظر به اون مشکلات که بود خارج از افغانستان شدم. کدام کشور؟ من تاجیکستان زندگی میکنم. مدت دو سال میشه کشور تاجیکستان زندگی میکنم. و چند سال است که باشگاه را ایجاد کردین؟ حدودا یک نیم سال میشه. آقای صاحب با اثر کوشش و تماشای که داشتم تونستم یک باشگاه ورزشی را ایجاد کنم که همان باشگاه افغانم کسایی که به شرف علاقه به ورزش دارم و خودم ورزش میزنی کم تمرین کنم و خود وقتم داخل آج نتیجه شد خوب گرفته. بسیار خوب. و انجمن ورزشی که شما ایجاد کردین از او چند سال میشه؟ این انجمن ورزشی تان مختص بر رشته مجزنی است یا همه ورزشکارای دیگر رشته هم شامل میشه؟ نه خیلی نه بسیار. من سال 2021 که با جناب سفیر صاحب افغانستان و فکر تاجیکستان جناب اقلاق صاحب رفتم دیدار کردم و انجمن را بهشان پیشنهاد دادم که انجمن تقریبا از نو رشته ورزشی است، رشته های مختلف است. کدام رشته؟ پیشنهاد من قبول کردم. آخر وقت من تونستم که در پالاک سفارت موجود داشت در هم ورزشکارا هم اساتید که فعلا در تاجیکستان حضور دارم تونستم انجمن ورزشی ورزشکاران مهاجر افغانستان هم مقیم تاجیکستان ایجاد کنم و بنیانگذاری کنم. بسیار خوب. کدام رشته را در انجمن ورزشی شما شامل میشه؟ بوکس است، پیفایت است، پالوانی است، فوتبال است، والیبال است، کرکت است، تکواندو است. و چقدر ورزشکار است عضویت انجمن شما را داره؟ ما حدودا 300 ورزشکار را نامنویس کردم به اون طریق قانونی نامنویس کردم و فعلا عضویت همین انجمن را دارم که 300 ورزشکار روی باشه از رشته های مختلف. بسیار خوب. خود شما در باشگاهتان چند شاگرد زیر نظرتان تمرین میکنن و همچنان در افغانستان که بودین اینجا هم شما باشگاهی داشتین؟ ما فعلا اینجا بوده از 60-70 ورزشکار زیاد زیر نظر ما تغییر میکنم و افغانستان هم که بودم باشگاه ورزشی بود تمرین میدادم، باشگاه ورزشی پجر تمرین میدادم و فعلا اینجا در پان بوکسین پجر ایجاد کردیم و تعداد زیاد از مجرای ما هست که زیر نظر خودم تمرین میکنم و خود در پانه تانسته از وقت کلپ افتتاح کردیم در حدود 6 و 5 در مسابقات جمهوری تاجیکستان اشتراک کردیم که تعداد زیاد از مدالای رنگ و رنگ بنام برای افغانستان کسب کرد. بسیار خوب. و چقدر افغان است شامل این باشگاه شما و تاجیکی ها هم در نظرتان تمرین میکنن؟ تعداد تاجیکی ها تعداد فیلسیل کم است. بودن 5 الاف در نفر و تعداد افغان هم مشاور منطقه زیاد هستن. دیگه تمرین میکنم و آخر کار کنم افغانستان به شامل در مسابقات اشتراک میکنم. بسیار خوب. در افغانستان خود شما زیر نظر کی تمرین میکردین و چقدر مسابقه داشتین؟ نوابی سر ما دودن 10 سال میشه که دانشته بخصیم فعالیت رو و تمرین میکنم و ما زیر نظر استاد بسنالا موسی که یک جلوی سرشناس بخصی هست تمرین کردیم و همچنان زیر نظر استاد علی موسی و استاد عبدالفتاح در نوت خدا رو پیل برده و بودم
20 مسابقه موتور دارم و 3 مسابقه پروفشنال برگستم و یک مدال بین‌المللی از کشور پاکستان دارم. فعلا خود شما در کشور تاجیکستان هم مسابقه میکنین یا تنها مصروف مربیگری هستین؟ من تصمیم برم نمیشه. تصمیم دارم من قبول شاید یک دن برمه میستر شد. انشاءالله که پروگرام میسازم. چی زمان بخیر تصمیمتان عملی میشه؟ منتظر یک دن مسابقه هستم نمیشه. منتظر یک دن مسابقه هستم که با شکل کنان ایشان برمزا شد. انشاءالله بخیر و بخیر برنامه مطمئن. بلان بشیم و اگر رضای خدا بود افتخار کسب میکنیم. تشکر. سلامت باشین راوی جان. میخواییم حرفای آخر شما رو داشته باشیم. قربان تا روی سید تشکر میکنم از شما و از تلویزیون شما و پیام آخر همی است که روزی سربلندی همه ورشکاران افغانستان چی در داخل چی در خارج دارم و روزی سل سرکسیلی در افغانستان دارم اما تنان مواجر کستم جور زنده و سرحال باشم. تشکر. سلامت باشین. بینده عزیز وقفه داریم و پس از وقفه با نجیب جان باشین و از ادامه برنامه بامداد خوش لذت ببرید. باز هم خوش آمدید به دومین ساعت برنامه بامداد خوش. امروز بخش تکنولوژی هست. آقا ملک سهار کارشناس تکنولوژی را با خود داریم، صحبت میکنیم در مورد کامراهای امنیتی. صبحتان بخیر سهر. سلام به شما، سلام به همه بیننده تلو، صبحتان بخیر. شما سلامت باشین سهر صاحب، ان شاء الله که بخیر و عافیت باشین. در مورد کامراهای امنیتی صحبت میکنیم. بیشتر چیزهایی به ما گفت سهر صاحب. ما فعلا چقدر کامرا داریم این لحظه در استودیو ما؟ تقریبا ما 10 نفر در استودیو هستیم و 35 کامرا داریم. بدون کامرایی که فعلا ما را میگیره شامل است. خب بگوینی کامراهای امنیتی تقریبا یعنی کامراهای امنیتی در سال 1942 فکر کنم آغاز شده. بعد از در سال 2018 یعنی از اکثرت بخش امنیتی یعنی صنعتی زیاد بود و فعلا در دنیا تقریبا حدود 3 میلیارد کامراهای امنیتی داریم و در کشورهای در چین تقریبا حدود 770 میلیون کامرا داریم. خب 770 میلیون کامرا داریم. تقریبا تا سال امی سال تا 1 میلیارد کامرا امنیتی نصب میشن. در امریکا تقریبا 85 میلیون کامراهای امنیتی هستن. در چین برای هر 100 نفر تقریبا 16 کامرا، در لندن برای هر 100 نفر 9 کامرا. در کشورهای دیگه و در شهرهای دیگه تفاوت است که کامرا چقدر نصب میشه. موضوع اصلا این است که کامراهای امنیتی چی تغییر آورد در زندگی ما شما، چون کامراهای سکیوریتی سکارتی سرویلانس کامرا که هستن این بر نظارت هستن و زیاد در زندگی روزمره ما و شما خصوصا کمک کرده، خصوصا در دفتر، در کار، در حتی در اکثریت مسائل خانه، چون مردم میخواهی کامرا رو نصب کنم و یکی از دلایل زیاد است که مواظبت میکنه، یک برای شما یک ثبوت خیلی قوی میاد، چون در اکثریت کشورها که ریسرچ شده بود 60% تا 70% جرایم کم میکنه در شهرهای عمومی، چون مردم هر چیزی که میکنه و یک ثبوت ازش میمانه و به خاطر این کامراها نصب میشه. این کامرای در خانه است که نصب کرده، این دو طرفه صدا داره، شما میتونید کس صدا کنین از دور. اگر در تلفن وصل میشه این کامرا میتونیم ما صدا کنیم سر کسی، مایک داره و صدای ما رو میشنوه. تو وی وایس کمیونیکیشن داره و این ذکاوت مصنوعی در استفاده شده، یعنی نفر تشخیص میکنه که مثلا چی حرکت کرده در خانه، چون نوتیفیکیشن برات میاد به اساس اینترنتی کار میکنه، چون یک روز ما شما سر ریزی بحثشن سر اینترنتی اشیا، یکی جزی کامراهای امنیتی هستن میبینی این نوتیفیکیشن برشان آمد، میبینه که یک تیپل در خانه چی میشه از این طرف سر صدا میکنه دیگه اون میفهمه، چون این اکثریت دوستان میخواید در خانه ایر نصب کنم، در دفاتر ایر نصب کنم، مثلا در بیزنس ایر نصب کنم. حتی تقریبا یک ریسرچ شده بوده تقریبا 70% از دزدی که در شرکت ها میشه یا در دکان ها میشه جلوگیری از این کامره های امنیتی میکنم.
نسل جدیدشان که امیل این سال به بازار می آید یا سالهای آینده می آید ذکاوت مصنوعی دارش ایر تشخیص میکنن. مثلا در چین این کمره ها چون به سطح خیلی بالایی نصب شده، سال 2019 فکر کنید یک خبرنگار ادوارد سنودن رفتن در چین و با پلیس گفتن که ما گم میشن، شما مرا پیدا کنین. بعد از دو روز زنگ زده با پلیس که ما در کجا هستم. بعد از ده دقیقه یک شهر در اطرافشان پلیس استاد بوده و ایرا پیدا کرده بودن. چون عکس ایرا به میته به سیستم و سیستم چون از روی چهره ایرا موقعیت پیدا میکنه که از کجا 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 رفته تشخیص میکنه. این کامره ها تشخیص میکنه که کی در کجا در کدام موقعیت کجا قرار داره و پیدای رادیو بیش میکنه. معلومات با یک دیگر شریک میکنه کامره ها. چون یه کلش نتورک هستن. مثلا شما فرض کنید در افغانستان ما تا جایی که میبینین تقریبا ما تقریبا به 4 میلیون کامره در افغانستان ضرورت داریم به خاطر امنیت بهتر. شما میبینید چقدر روزانه جرایم در افغانستان هست. تنها در شهر کابل ما تقریبا 1 میلیون کامره کم از کم ضرورت داریم در کابل نصب شوند. به دلیل از اینکه پلیس نمیتونه، فعلا شما میبینید در حتی در وقت جمهوریت 20 هزار نیرو در این شهر بودن، اما بازم دزدی بودن، اختطاف بودن، راگیری بودن، اکثر جرایم شما میدیدین. یکی از دلایلی بود که نمیتونه فرد در زمان نمیتونه 100 نفر را کنترل کنه، ولی کامره های امنیتی که به ذکاوت مصنوعی یعنی کار میکنه این خیلی نفر دقیق تشخیص میکنه. اگر شما مثلا ببینید در شهر کابل 50 نفر امروز گیر شدن، این عکسی به سیستم بتین، این در ظرف یک هفته و یک ماه و دو ماه گذشته هر کاری کده و یک ریکارد بر شما پیش میکنه که این نفر در این موضوع دخیل بدن. با این اساس به نظرم بهتر هستم. من شخصا چون این ما پیشم گفت مدام محترم کامره های امنیتی دارم، چون این به جی پی یک جای می آید، سه کامره از پیش رو پشت سر در داخل موتور. اگر در اکثر کشورهای کامره ها جبری هستن، چون وقتی شما حادثه میکنین ملامت سلامت خیلی بسانی تشخیص نمیشه و این کامره های کار میکنه، چون این مثل یک بلاک باکس وارد داخل داره، مثل تیاره بلاک باکس تیاره واری ای هر چیزی که تاخیر لحظه ریکارد میکنه و وقتی که فرض کنم کدام حادثه شو یا فرض کنم موتور دوزی شو این ریکارد میکشه و ایره بکلی میکنه، میبینه که اصل ملامتی بود یا ای بود یا مثلا کی اومده این موتور خراب کرده دزدی کرده برده. در خانه های کامرای مثال خوردشان بود. ادبی عزیز باز ما سوال عزیز که چطور میتونه در افغانستان چون اکثر مردم درست استفاده شام درست استفاده کنه و حتی نگرانی هم ازی هسته، یعنی مثلا یک موضوعشان جنجالی حریم شخصی هستن، چون مردم میگه که اگر پارک مایر در دفتر نصب کنه خب چون حریم شخصی دارم. حریم شخصی ده. ولی به نظرم رای حل هسته، چون میتونه به طور منظم اگزیش استفاده شوه کنترل شوه، چون در چین و دیگه کشورهای قوانین به خود داره که کی میتونه ایره ریکاردش ببینه، کی میتونه ایره پارس بک پلی کنه، کی میتونه ایره مثلا هیچ شما شاید تانوز ندیده باشین که یک کامره مثلا در جای عمومی که نصب شده در چین یا دیگه جای که ریکاردش وایرال شده باشه یا مثلا به کسی ضرر شاید نمونهش باشه، ولی ریسرچ شده بود تقریبا 60% از جرایم عمومی جرایم جنایی جلوگیری میکنه، حتی 85% از دزدی که میشه در شرکت ها و در دکان ها از این جلوگیر میکنن. خب یک به نظرم خیلی یک مفید است به دلیل اینکه که مردم بتونه در هر جای استفاده کنه، در موتر، خانه، بزنس، دکان، حتی دوست من یک دوست مثلا بود ولایت چی دارم دونجا یک کاروبار و بیزنس داره باز باغ داره، باز برام گفت که من نمیتونم هم زمانی دوستی کارو کنم. من برشم گفتم مال بهتر هستم کامرا ما برشم بالیر بخوین دونجا یک شش هفت تا کامرا نصب کنم و یکم یک سیم کارت بارتو ماهانه یک 10 جیبی اینترنت فال پیش از کابل ریموت لی ببین کن. باز ما ایره برش چی کنم برش جور کنم و ای بیخی دکاول است، ولی میتونه از ولایت همه چیز ببینه تشخیص کنه، چون به یک بیتری ضرورت داشتن یک بیتری برش نصب کده کم ده هفته یک بار دو بار یا در دو سی روز بعد یک بار چار چوام خود تو ببین ای یک به نظر خیلی کمک کرده سهولت است سهولت است، چون جای یک گارد گرفتم و در سالهای آینده شاید بیخی خوب است که در مورد نسل جدید کامرهای امنیتی هم صحبت بکنیم سهار صاحب که نسل جدیدش چی کارها کرده خواهد دانست؟ نسل جدیدشان ذکاوت مصنوعی دارن تشخیص میکنن یعنی مثلا اگر چهره هر کس بیتی رو تشخیص میکنه کی بود
در کجا کجا این نفر دخیل بود، مثلا در شهر کابل امروز این نفر در کجا کجا بود، چی کارا را کرده، کل اکتیویتی ها، حتی اکتیویتی ها را تشخیص میکنه. مثلا اگر شما کدام جای خشونت که یکی خشونت کرده باشه، این کامرای را تشخیص میکنه که این عمل یک رفتار خشن کرده، چون از روی سیستم و تحلیلی کار میکنه. موضوع دومشان این است که به سیستم های دیگه اینتگریت هستن با پلیس، چون شما ببینید مثلا در یک جای یک چیز در میگیره، خب این وقت میگیره که یک زنگ بزنه به اطفایه و اطفایه بیایم، این خودی سیستم اینتگریت از به اطفایه، یعنی وقتی که یک جای مثلا آتش میگیره در ظرف یک دو ثانیه به اطفایه خبر میده خودشان و حتی حجم اما آتشن برش نشان میده که کدام منزه خطرناک هستن، حتی مثلا دایرکشن برش میده که مثلا نزدیکترین فاصله به ما یا به این موقعیت کجا هستم، یا مثلا این را ثبوت نگاه میکنه، مثلا پیش از پیش که پرس که کامرا بسوزه این ریکارد به یک جای دیگه روان میکنه، مثلا شما پرس کنید یک جایی که مثلا خانه در میگرخته و کامرا میسوزه، ولی پیش از پیش این کامراهایی که نسل جدید است این بکاپ خود به یک دیگه روان میکنه، مثلا این با ادارات دیگه اینتگریت است، با سیستم های دیگه اینتگریت است، با پلیس. به این اساس خیلی کشورها به این تلاش هستند که کامراهای امنیتی مکمل اتومات شوه، یعنی با پلیس، با اطفایه، با حتی با همه چیز خودش وابسته باشه بدون از اینکه یک فرد مداخله کنه و مثلا دستکاری کنه، چون یکی از نگرانی کامراهای امنیتی است که یک کس دستکاری میکنه، ریکارد میکشه، بکلی میکنه، دلیت میکنه، ایدیت میکنه، حتی این موضوعات بودن، ولی با اساس تکنولوژی باز این امکانات دیگه نیست، این تکنولوژی. ولی امسال تاخیر امسال 2022 تقریبا تعداد کامره ها در کل دنیا به 40 میلیارد میرسن، تقریبا 30 میلیارد چند کامره های امنیتی است، یعنی 40 میلیارد کامره. عملی ببینید شما عمل در کل دنیا تقریبا 6.2 میلیارد تن سمارت فون است، هر سمارت فون فعلا عمل دو کامره هست، دو سه کامره داره. خب ببینید تقریبا یعنی 13-14 میلیون کامره های موبایل هستن، شاید بیشتر از، ولی ببینید کامره های ریکارد، کامره های مثلا دایرکتینگ، کامره های مثلا انواع کامره هاش میبینید که صدها نو هستن. با ما اساس یعنی ما فعلا که میبینید دنیا هر جایی که میبینید کامره هست هستن دیگه، کامره های امنیتی یک جزء این کامره ها هستن. خیلی هم جالب است و خیلی هم هر طرف ما رو دیگه کامره گرفته آدم ترچپ میکنه. بر ترتیبش خیلی ممنون سهار صاحب و معلومات مفید بود، موضوع خیلی مهم. یک مورد دیگر هم بر ما در پایین اگر بکنیم که وقتی که ما یک کامری را که در داخل دفتر خود خودمان است میکنیم و از طریق انترنت در تلفن یا موبایل هر چی که است کنترلش میکنیم، چقدر سیو یا هم در امن هست که مثلا ویدیوهای از این هک نشه و کسی نتونه در از دسترسی پیدا کنه؟ بغیر خودم یک از نگرانی امی است که هکرا قبلا میتونه به خیلی آسانی میتونه به داخل سیستم یا کامره های امنیتی شو ریکارد بگیره یا دیلیت کنه، ولی فعلا کمپانیایی که در این بخش کار میکنه خیلی سکیوریتی به این زیاد کردن. شما تو لول اتنتیکیشن دارین، یعنی پاسورد میتین، ولی باوجود باید یک کد به موبایلتون بیه یا به ایمیلتون بیه، بعد از شما میتونین اون دیتا که در کلاود است اکسس کنین. موضوع اینکریپتید است، شما مثلا بایومتریک دیتا میگیرین، سکن روی میگیرن، با این اساس یعنی امنیتشان به نظر تا حدی بالا رفته که دیگه امکانش هک شدنش خیلی کم است. ولی بازم هک شدن یک چیزی هست که شاید در هر وقت در هر زمان شاید ممکن باشه، ولی نظر اگر پواید و ضررش ببینین پوایدشان خیلی زیاد هستن، خصوصا در افغانستان. من یک شو که مثلا ریسرچ میخواندم و فکرم به این شد که در افغانستان اکثریت جرایم از چشم پنهان میشه، حتی یک ریسرچ شده بوده که 80% کسا در چی منکر بدن، ولی بعد از اینکه ریکارد برشنشان دادن خودشان اعتراف کردن که بله ما بودم. خب نظر به این اساس میدن در افغانستان هم در امنیت، هم در خانه، هم در بیزنس، هم در کار، در همه جای کمک کنن، ولی بهتر از خیلی مصارفشان کم است. ما خودشان بیزنسی کار ندارم، ولی در ضرب شما میتونید بشتش 5000 افغانی و یک فامیل یک دفتر یک کامره رو بگیرین، چون نسل جدیدشان که ما شما نشان دادم خیلی ارزان است، به 5-6 دلار، اما عادی اکثرشان 20 دلار است. خیلی ممنون، تشکر سهر. تشکر. وقفه داریم و پس از وقفه هم در ادامه برنامه همراه ما باشید. باز هم خوش آمدید. بخش سرخط هست و حجت الله مجددی رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان را با خود داریم و صحبت میکنیم در مورد بسته شدن بیشتر از 300 رسانه در 6 ماه اخیر و ای که در سهر هستی که خبرنگاران دارن از وضعیت. صبحتان بخیر مجددی سه. بخیر باشند، صبح شما و صبح بینده های
بامداد خوش هم بخیر. شما سلامت باشین. اول خوب است که از بسته شدن رسانه ها صحبت بکنیم که بیشترین رسانه ها هم بسته شدن و اکثریت کارمندان رسانه هم بیکار شدن. دقیقا همونطور که فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران یک سروی را پخش کرده که در او نشان می‌دهد که تعداد زیادی از رسانه‌های افغانستان بسته شده. آخرین سروی را که انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان هم انجام داد نشان می‌داد که با تحولی که در افغانستان رونما گردید 40% از رسانه‌های افغانستان بسته شد که با بسته شدن از این رسانه‌ها در حدود 60% کارمندان طبقه ذکور که بیش از 6000 کارمند میشد و 80% کارمندان طبقه اوناس رسانه ها کار خود از دست دادن و این واقعا یک خبر تکان دهنده و فاجعه رسانه ای در افغانستان است و یافته ها باز هم نشان میده هرگاه اگر جامعه بین الملل برای مشکلات اقتصادی رسانه ها و خبرنگارا اقدام نکنه و برنامه‌ای را روی دست نگیره ما تا 6 ماه آینده شاید یک تعداد محدود از رسانه ها را در مرکز داشته باشیم و اکثریت رسانه های ولایتی ما بسته شود که این هم از یک طرف یک صدمه بسیار بزرگ برای آزادی بیان است که یک دستاورد که طی 20 سال گذشته ما داشتیم او را از دست میتیم و از طرف دیگه یک فاجعه انسانی است که خبرنگار کار خود از دست میده اولادش دیگه به نفقه که باید برش برسن نانی که برش برسن نمیرسه و این در امی ببخشن 6 ماه بی توجهی جامعه جهانی متاسفانه خیلی نگران کننده و سوال برانگیز است. از یک طرف ما انتقاد میکنیم بالای نظامی که فعلا وجود دارد در او از محدودیت ها و از خشونت علیه خبرنگار انتقاد میکنیم و از طرف دیگه وظیفه که ما خود ما داریم که باید رسانه ها را حمایت مالی کنیم که در گذشته یک نکته را که ما میخواهیم اشاره کنم اونی که متاسفانه دلیل سقوط رسانه ها مدیریت نامناسبه که نهادهای بین المللی در قبال رسانه ها و آزادی بیان در مدیریت مالی که داشتن ای بوده وضعیت به میلیون ها دلار به نام آزادی بیان در افغانستان سرازیر شد مگر متاسفانه امروز خبرنگار ما رسانه ما بسته میشه و خبرنگار ما میره چوب شکنی میکنه در کو میره ازم جمع میکنه و مشکلات از قبیل مجددی سیب ادهی زیادی از خبرنگارا هم نگرانشان را در مورد وضعیت ابراز داشتن و گفتن که بدتر سایی رات میرن حتی گزارش هم که گزارشگران بدون مرز نشر کرد تا یک گزارش آمده بود که ادهی از خبرنگاران با خود با ترس و حراس به کار خبرنگاری میپردازن و باید بدون ترس و حراس باشه دقیقا همونطور که در گزارش آمده ما با تحولی که رونما گردید تا به آخرین وقتی که گزارش نشر شده نشان می‌دهد که در حدود 50 بازداشت موقت و چند مورد در بین ازمی بازداشت های طولانی تا یک ماه هم داشتیم که متاسفانه اگر ما روزهای اولشه توجیه که مسئولین میکردن میگفتن یک تحول بزرگ آمده و در اینجا مشکلات است و کنترل از این مشکل است خب بس ممکن روزای اول ما افغانستان به می وضعیت برش اما توجیه از وار تا حد برش قناعت کنیم که با وجود که خبرنگار زدن و لط کردنش هیچ توجیه نداره چون مایک در دستش از کارت داره کمره در دستش از هر کسی که باشه از هر گوشه افغانستان که آمده باشه میفهمم این خبرنگار است مگر باز هم ما انتظار داشتیم که ماهای بعدی ما این مشکلات نداشتیم مگر نداشته باشیم مگر در آخرین مورد ما دیدیم 3 بازداشت را در هفته گذشته داشتیم که خبرنگارا از پیشروی تلویزیون آریانا با چی شکل برداشته شدند در انظار عامه این نه تنها که باعث
ترس در میان جامعه رسانه‌ای بلکه در میان اقشار مختلف جامعه میشه. وقتی که مردم افغانستان میبینن که خبرنگاری که همگی میبینیش میشناسیش ای در امن نیست و به او شکل برداشته میشه، خب دیگه مردم باید چه رقم یک احساس داشته باشن. این نکته را میخوایم اضافه کنیم که در این شک نیست که خبرنگار جز امی جامعه است و از قانون مستثنا نیست، فراتر از قانون نیست، مگر آل یک دوران است که اگر مثال مرا میخوان که یک جای مورد بازپرس قرار بتن، اگر برای ما یک مسیج هم بتن، یک زنگ هم بزنن، و حتی امو دوران 40 سال پیش است که با یک دندام یک تا میتونه یک منصوب امنیتی بیا یک نفر بگه بیا که بریم، این دندام در دستش نباشه بگه بیا ما از فلان ارگان هستم بیا امرای ما بریم، مگر با اون شکل که یک کسر از بین و از پیش روی تلویزیون چشمایش بسته میکنن، چند موتر واکنش میآید و ای را به چه رقم دستایش بسته میکنن میبرن، این واقعیت یک ترس، نه تنها باز هم تاکید میکنم که در بین خبرنگار و جامعه رسانه‌ای که بر سایر مردم هم با وجود میارن. امیدوار هستم که شیوه کار هم تغییر کنه و خبرنگار هم اگر در کدام مورد بیرون از کار رسانه‌ای هم مشکل می داشته باشه، از مجرای قانونی اصولی تلفن کنن بخوانش به رسانه‌اش، اگر باز فکر میکنن که نمی به رسانه‌اش تلفن کنن او برش روان میکنه دموجا مورد بازپرس قرار میگیره، مثل که امی دو سه همکار ما دفته گذشته به این شکل شد، آخر معلوم شد که یک سوء تفاهم بود، اگر نبود چرا سه روز دو روز بعد یک روز بعد باز رها میشن، امی سوء تفاهم میشه با یک مجرای بسیار خوب و درست و بدون از اینکه ترس و وحشت پخش کنه امی کار انجام شوه. مگر در کل همونطوره که گزارش نشان میده خبرنگارا با این کارها در یک وضعیت بسیار بد و ترس به سر میبرند. امیدوار هستیم که این ترس ما چه قسم مسئولین بتانن که بردارن. مجدی صاحب، این وضع اگر چنین روال جاری باشه وضعیت رسانه را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ مختصر در حد یک دقیقه اگر بر ما بگید. اقدام اخیری که صورت گرفت، قانون رسانه ها اجرایی شد، کمیسیون رسانه‌ای به تخلفات رسانه‌ای قرار است ایجاد شود، با ایجاد کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای دست دیگه نهادها که به این رقم با خبرنگارا برخورد میکنند کوتاه میشه و او کمیسیون میتونه هر مورد و هر مشکلی که با خبرنگار وجود داشته باشه بخواه شبرای صحبت کنه یا قناعت کنه یا موضوع را میتونه به ارگان عدلی و از اون مجرای قانونی موضوع پیش میره و ترس و وحشت که در بین خبرنگارا وجود داره از بین میره. شکر مجید سه. بخیر باشید. سلامت باشید و خبرنگاری هم جرم نیست. حالا میگه وقفه کوتاه در ادامه برنامه باشید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، هموطنان عزیز روزتان بخیر. پیش از پیش ما از کارگردان عزیز، از پرودیسر و از نجیب جان معذرت خواهی میکنم به خاطر که ناوقت رسیدم. چند دقیقه محدودی که وقت داریم میخوایم در رابطه به دیابت میلیتوس یا دیابت شکری که یکی از موضوعات بسیار بحث بر انگیز است و هموطنان عزیز ما متوجه باشین که ما امروز اتفاقا تا یک 5-6 دقیقه که در خدمت شما هستیم امون نکات کلیدی را برای شما اشاره میکنیم، چون بحث دیابت میلیتوس یا دیابت شکری یک بحث بسیار زیاد فراگیر است. ما نمیتونیم که ایره مثلا در 5-6 دقیقه خلاصه کنیم، فقط میتونم بگویم که یکی از گروه اختلالات چی هست؟ میتابولیک است که ای به تایپ 1 و تایپ 2 تقسیم شده. معمولا تایپ 1 در نزد کودکا و نوجوانا ای اتفاق میفته، ای از اثر تخریب حجرات بتا که توسط پروسه اوتو ایمیون در 95% و توسط موضوعات ایدوپاتیک در 5% حالات ای چی میشه اتفاق میفته. حالا اینم براتون میگم، من میفهم که اینمی اصطلاحات از حوصله مردم بسیار زیاد مثلا یک مشکلی است که خدای نخواسته ما نمیتونیم که ایره بگوییم که بعضی کسا سویشان کم است، یعنی اینمی افهام و تفهیم ما که میگیم برای مردم میگیم که یعنی این در ذهنشان حکاکی شوه که دکتر پردیس امروز در مورد شکر چی میخواه بگه. تایپ دوی از این که است که معمولا بسیار از امراض شکر تشکیل میده، این هم از عوامل ژنتیکی و محیطی
ایجاد میشه که امروز دقیقاً اینمی بحث ما، اینمی تمثیل طبی ما که یکی از ورزشکاران عزیز ما را کرکتر ما هست امروز در مورد ازی که کدام حرکات سبب کنترل مرض شکر میشه، تنظیم میکنه، شما را میتونه که وقایه کنه که اینمی یکی از عوامل ازی موضوع چاقی هست هموطنان عزیز، که خود چاقی یکی از عوامل هست که میتونه در تایپ دوی شکر ایچی باشه، زی دخل باشه. اگرچه در کنگره خود آمریکا البته در بخش تحقیقاتیش بعض موضوعات گنجانیده شده که شما میتونین که مرض شکر تصنیفش بیشتر بکنین، یعنی زیادتر کنین، مثلا آل تایپ 1.5 هم شناخته شده، تایپ 3 هم شناخته شده که مربوط بیماری آلزایمر میشه. اما در مجموع وقتی که شما یک تشنگی می داشته باشین، یک زوزو تشناب رفتن می داشته باشین، یا مثلا اشتهایتان خوب است اما چی است؟ اینجا لاغر هستین، یک احساس مثلا نابینایی براتان احساس میشه، گنگسیت احساس میشه زمانی که شما میرین در تست لابراتوار، اینجا نزاکتایی داره. دفعتن یک تست لابراتوار را میگنین، تست لابراتوار از 200 شکر شما را بلند نشان میده. اینجا هموطنان عزیز کوشش کنین که دو بار شکم گشنه 8 ساعته شما چی میکنین؟ شکرتان چک میکنین. زمانی که اینمی از 126 میلی گرام بر دیسیتر زیاد میباشه هموطنان عزیز، در اینجا ما یک تست تحمل گلوکوز داریم. تست تحمل گلوکوز چه قسمت هموطنان عزیز؟ برای 3 روز مریض 150 تا 200 گرام کربوهیدرات برش توصیه میکنیم. وقتی که را توصیه میکنیم در روز تست میگیم بیادر آمدی؟ آها آمدم. چی میکنید اینجا؟ ما برش 75 گرام گلوکوز در 300 میلی لیتر آب چی میکنیم؟ برای ازی توصیه میکنیم. موضوع تست HbA1c است هموطنان عزیز، که یک تست بسیار دقیق در نظارت، در کنترل، در وقایه، که 8 تا 12 هفته قبل شکر نشان میده. در اینجا هم نزاکتایی هست که در بعض وقتا به صورت کاذب بلند نشان میده، بعض وقتا به صورت کاذب پایین نشان میده، که متوجه باشید. تست های گلوکومتر است، یک هموطن ما دخترش، پسرش، مثلا هموطنش در خارج است، مثلا به خاطر اخلاص نیت برای ازی چیز تست گلوکومتر را روان میکنه، یعنی دخانه تست کنه، که متاسفانه این تست در بعض مواقع چی میکنه؟ شکر پایین نشان پایین هم نشان نمیده و بالا هم نشان نمیده. و همچنان یک چیزی که بسیار زیاد قابل بحث است، اگر ما و شما اینمی نزاکت ها را مراعت نکنیم، چند اختلاط مهم است. اختلاطات عینی است که برای چشمای ما و شما پیدا میشه، چشمای ما و شما را متضرر میسازه. اختلاط نفروپاتی است، برای گرده های ما و شما مشکل پیدا میکنه. اختلاطات چی است؟ نیوروپاتی است که عصبی را به ما به وجود میاره. اختلاطات مفاصل و استخوان است هموطنان عزیز، که متاسفانه باز بعض وقتا از اثر اینمی که میگن والا پوکی استخوان پیدا کرده، برش دوای مثلا بعض دواهایی که دکتر صاحب های ارتوپیدی توصیه میکنه، اما سورس یا منبع معلوم شوه، بفهمند که از اختلاط شکر رفته، باید او سبب تداوی شوه. و همچنان میتونیم که بگویم که اختلاطات جلد و غشای مخاطی دهن است به وجود میاد. خب به هر حالش وقت کنه نمیگیرم، نوبت بخش تمثیل طبی ما که در ارتباط با ای است که ما چطور میتونیم کمی شکر خود را کنترل کنیم. یکی از ورزشکاران ما امروز مهمان ای بخش ماست، رامی جان خوش آمدی به برنامه ما. امیجا رامی جان استاچن، هموطنان عزیز سلامت باشین. این دستم دادم کرونا زیاد تجدید پیدا کرده که مورد انتقاد قرار نگیریم. اولین کاری که در بخش موضوع رژیم غذاییتان تفکیک تجدید نظر بکنید که بسیار زیاد مهم است هموطنان عزیز، همچنان ورزش هایی که برای شکر مهم است، پیاده روی هست، دوش هست، موضوع بایسکل رانی است، آب بازی است، بسکتبال است، والیبال هست، این موضوعات است. اما قبل از او شما میتونید که در کنترل شکرتان این حرکت هایی که امروز ورزشکار نازنین ما میره شما اینو چی میکنین متوجه باشین که برید. اولین حرکت شما میتونید که برید، پاها دو برابر شانه باز میشه، پاها دو برابر شانه باز میشه. کوشش کنید هموطنان عزیز کیره به این حالت چی میکنین وضعیت میده، به این حالت وضعیت میده قسمی که رامین جان میره. حرکت بعدی مثلا یک دو سایست، ایره هم میتونید که شما نازنینا برین. حرکت متوجه باشین هموطنان عزیز، قبل از اینکه شما پیاده روی یا دوش یا مثلا موضوعات بایسکل رانی، آب بازی، بسکتبال، والیبال شروع میکنین که در کنترل شکر شما را کمک کرده باشه، اینی حرکت ها بسیار زیاد براتون مهم است. حرکت سوم ایره چه قسم میکنین؟ پاها دو برابر شانه باز میشه، مثل که بوکسرای عزیز ما رامین جان کدام بوکست خطا نخوره، این طرف نبه، این قسم چی میکنین؟ ایره میرین. شرطش ای است هموطنان عزیز که اینی حالت چی میشه؟ این حالت مثلا تحرکت پیدا کنه و سبب و عموم مقصدی که ما میخواییم او را چی کنه؟ برآورده بسازه. خب
حالا یک حرکت دیگه که هموطنان عزیز شما کوشش کنین که پاها زیاد این قسم بلند نشه، به این حالت میباشه، به این حالت میباشه. رامین جان ایره یک جای میریم با هم، آها به یک جای ایره میریم. رامین جان ایره متوجه باشین هموطنان عزیز که این بسیار زیاد هم موثر است. کسایی که توانایی داره، ما شما که میگیم سینه کشی، رامین جان بندازین سینه کشی خودا، شما میتونین که ایره به توان و طاقتتان، توان و طاقتتان ایره میتونین که برین، کدام مشکل نیست. اما هموطنان عزیز کسایی که تواناییش نداره نره، ای به خاطر بلند بردن سیستم دفاعی بدنتان است. قسمی که ورزشکار عزیز ما امروز ایره میره، شما میتونین که ایره روزانه سه سیت به اندازه توانتان هموطنان عزیز برین، به اندازه توانتان. فقط باریکیشی است که پاها قاد نمیباشه. قسمی که رامین جان حرکت میره، شما کوشش کنین که اینمی حالت به خود اختیار بدین. تشکر رامین جان، سلامت باشین، بخیر باشین. تشکر، تشکر میروان سه. خب چیزی که بسیار مهم است هموطنان عزیز، در قسمت از اینکه بعض غوغا هم به پا شده که والا دکتر پردیس میگه که توسط بامیه ما مرض شکر را تداوی میکنم. عزیز دلم، شما غذا سبزیجات که حاوی مقدار فایبر است، چون فایبر سبب بتی ساختن کربوهیدرات در داخل عضویات ما شما میشه، این میتونه که شما را چیکنه؟ کمک کنه. حبوبات استفاده کنین، نان جو استفاده کنین، مثلا میشه که شما نازنینا از لوبیا استفاده کنین، از بامیه استفاده کنین، جزء تداویه که مثلا در رژیم غذایی ما بر شما توصیه میکنیم. اما جای دوا را گرفته نمیتونه، گپ کج نبرین هموطنان عزیز، گپ هم مستقیم گوش کنین، به خاطر از اینکه شما هموطنان عزیز ضمن از اینکه از دوای شکر استفاده میکنین، میشه که تا اندازه کمک کرده باشین خود در رژیم غذایی که کدام غذاها، که مثلا ما گفتم که غذاهای که حاوی مقدار فایبر است شما میتونین که استفاده کنین، مثلا از سبزیجات میتونین که استفاده کنین، از میوه‌جات میتونین که استفاده کنین. چیزی که قابل بسیار بحث است و مهم است، مچم نجیب جان وقت داریم نداریم؟ میخواه آها آها نجیب جان بیایم. نجیب جان امی توصیه آخر امرای خودت یک جایی میگم. سلام، مختصر وقت ما خلاص شده، زیاد صحبت هم کردیم. زمانی همی غذایی که ما شما میخوریم کال میبرم تا تخم مرغ چیزا برات فرمایش دادیم که اینمی سبب افزایش قند خون ما شما، مثلا هر غذایی را که میخوریم. اما ای از حد امکان که زیاد میشه، از حد امکان که زیاد میشه، یک ماده زیان آور به نام سوربیتول ایجاد میکنه که اینمی در دید چشم، در مشکلات عصبی، در مشکلات قلبی برای ما مشکل ایجاد میکنه. تشکر، میریم که تخمه بخوریم. این بود برنامه امروز، تا برنامه فردا، خدا نگهدارتان.